غیرت ملی که احساسات مردم تو این برنامه فتنه‌گران که جریحه دار شد، چگونه از این بحث غیرت ملی از خودشون بروز دادن و این راهپیمایی‌های عظیم نشون میده چه اندازه این حساسیت بالاست و با تمام وجودشون در برابر فتنه‌گران مقابله میکنن. اما دو نمونه دیگه غیرت هست که اونها هم در این حد باید توجه بشه. وقتی به یه پرچم توهین میشه، این همه احساسات مردم از خودشون نشون میدن، اما این دو قسمت دیگه غیرت، این دو جهت هم باید در همون حد غیرت ملی باشه، که یکیش غیرت دینیه نسبت به جایی که مقدسات توهین شد تو این برنامه فتنه‌گران، به امامزاده ها توهین شد، به مسجد توهین شد، اینجور مواردی که باید از همین جهت هم مردم عصبانی باشن. نسبت به منکراتی احیانا توی کوچه و خیابان هست، اگر غیرت در حد اعلا باشه، همه باید اخ کنن، همه باید امر به معروف بکنن. یکی دیگه از برنامه های غیرتی که به عنوان یکی از ارزش هاست، غیرت ناموسی است. ما مرگ نسبت به دشمنان اسلام میگیم، اما ارزش های دشمنان میبینیم روز به روز تو کشور ما رواج پیدا میکنه. تو برنامه های فیلم هاشون نماد ارزش هاشون تو این وارداتی که از لباس های اونها، از ارزش های اونها، اگر کسی واقعا غیرتی داره که مقابل با دشمنان میخواد قرار بگیره، باید موضع داشته باشه نسبت به این ضد ارزش ها. غیرت مرد به اینه که نگذاره همسرش با لباس نامناسب خارج بشه. غیرت مرد به اینه که نگذاره خانومش با آرایش تو کوچه خیابان بیاد. غیرت مرد به اینه که نگذاره با یک وضعیت آشفته توی کوچه خیابان دختر و همسرش بیان با این وضعیت. یا غیرت مرد به اینه که اگر ناموس جامعه در خطر بود، احساساتش تهییج بشه، مقابله بکنه. اما در این حال برخی جا هم فرمودن غیرت منفی هست. یه جایی امام صادق علیه السلام فرمودن که لا غیرت فی الحلال، در حلال غیرت نیست. یه وقتی آزادی مشروع زنه، حلال، اینجا مانع نشه. با محارمش میخواد صحبت بکنه، اینجا جای حساسیت نداره. حساسیت های بی جایی که خودش مفسد انگیزه، این نوع غیرت رو نمیگم، اما اون جایی که گناهه، اون نوع موارد رو همه باید موضع داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.